هفته خبر تو خبر خبر داره براتون از آغاز سال 1391 و سریال ادامه داره دلشوره های سیدعلی و شرکا. برای فهمیدن وضع درام خامنه فقط کافیه یه نگاه گذرا به برنامه های نوروزی تیویریش بندازید تا ببینید کفگیر ولایت چطور به ته دیگ خورده و شکست های پی در پی در جنگ نرم چه بلایی سرش آورده. به عنوان نمونه آگهی یکی از جذابترین و بهاری ترین برنامه های عید تلویزیون ولایت رو ببینید تا همه چیز دستگیرتون بشه. با تبریک ایام نوروز، ایام تحویل سال، ایام پدید آمدن نشان نوروز امسال، اینک بهار درنگی در آینه سیماست تا پرتوی از انوار الهی را در آن به تماشا بچین. بله، این انوار شیطانی با اشکال مختلف محاسن باید حتما از همون لحظه اول سال تحویل توی تلویزیون باشن تا یه وقت از میزان ریش تیوی ریش چیزی کم نشه. بعد هم برای بالا بردن غلظت کومیکال و آخوندیکال برنامه ها دلغک ولایت رو وارد میدون کردن. یه از علما داشت میرفت کنار راه یه فقیر دید و یه پولی بهش داد. یه نفر که همراهی آیت الله بود گفت آقا چرا به دادی؟ گفت چی فقیر دادم؟ باخه تریاکیه. گفت اگر تریاکیه پس خرجش سنگیتره، برگش خودش داد. خلاصه هر وقت بحث مواد و منقل میشه و بوی ولایت میاد آخوندام حال و هواشون عوض میشه، مثل این آخوند که همین الان از بیت ولایت اومد و اونجا اونقدر کار کرده که توی عالم دیگه ای سیر میکنه. بجز فک زدنهای متول آخوندی، یکی دیگه از برنامه های نوروزی گزارش از سفرهای نوروزی بسیجیا به مناظر سرسبز شلمچه بود که دیگه امسال اونقدر کساد شده بود که این حاجی ماندگاری یا همون جیگردار رو اوورده بودن تا براشون بازارگرمی کنه. من نمیگم که حرمای دیگه نرید، حتما اونایی که توفیق دارن حرم امام رضا برن نوش جانشون، حرم حضرت معصومه، حرم احمد ابن موسی الکاظم شاه چراغ و حرم امام زادگان عزیز نوش جانشون. اما شما جوانام یه عدتون بیا چلمچه. وقتی هم از جلب توجه جوانا ناامید شدن، سراغ کوچیک‌ترا رفتن تا با وعده اسباب بازی‌های جنگی و شهر بازی شلمچه یه جوری بیابون‌های مرزی رو پر کنن. دوستان من خواهش میکنم فقط بچه ها رو نشون بدید. این بچه ها بچه های ایران هن و وقتی سخن از دفاع و ایستادگی برای استقلال و هویت ایران میشه، در حقیقت احساس مسئولیت نسبت به امروز و فرداست. ما امروزیم اینا. خب طبعا نمیشه رفت شهر بازی شلمچه و تیربار سواری و چارلول بازی کرد ولی از تونل وحشت و گوریل هاش دیدن نکرد. به خاطر همین این گوریل رو اینجا گذاشتن تا با ذکر امامش از بازدید کننده ها پذیرایی کنه. پیر راحل ما امام امت رو فهمیدن که برای رسیدن به اهدافمون باید از مسلسل های متکی بر ایمان استفاده کنیم. بله، این هم تصویری از امام گور به گوری در حال به کارگیری مسلسل های ساخت خودش. این تیوی ریش یا همون کارخونه پخش آشغال زباله هاشو در دو نوع بسته‌بندی ارائه میده، یکی بسته‌بندی داخلی و یکی خارجی. مثلا همین آقا گوریله در شبکه خارج کشوری نظام در مورد جنگ ضد میهنی اینجوری لاپوشانی میکنه. شما در یادمانهای ما هم بریم خیلی کم اتفاق میفته ما بگیم آقا من خودم تالو نگفتم، مثلا من تالو روایت نکردم، آقا من رفتم در شلمچه پلیس دادم پشت خاکریز دیدم یه عراقی وایساده رگبار رو بستم مثلا کشم، تالو چنین خاطری من نگفتم. ما هیچ روایتی از جنس جنگ نداریم، ما خیلی کم اتفاق میفته راوی ما بس جنگ مطرح کنه. بله،
این از بسته‌بندی صادراتی در تلویزیون خارج کشوری. حالا همین حاجی کینگ کونگ که الان رو به خارج میگه ما خاطرات جنگ تعریف نمی کنیم، تو همون روز در همین محل برای شبکه داخلی تا دلتون بخواد خاطره جنگی تعریف کرد. در شلمچه کربلای 5 یه خاکریزی بود که هرچه تماشا میکنیم نمیتونستیم بگیریمش. خیلی درگیری شدید منطقه هم مسطح شدیدن درگیری بود. سردار فضلی از پشت بیسیم اعلام کرد اگر این خاکریز رو بگیرید بعد از عملیات ملاقات امام جایزه شماست. خاکریز گرفته شد آفرین با نام امام. حالا همین چند نمونه رو از تیوی ریش داشته باشید تا بریم سراغ جدیدترین محصول سینمای حوزوی در نوروز سال 91 که برخی منتقدان معتقدن خوش به حال امواتی که مردن و این فیلم رو ندیدن. فیلمی که به سفارش ولی فقی ساخته شده تا قیام مردم ایران رو لوس کنه و اون رو به جناح‌های داخلی رژیم نسبت بده. قلاده های طلا، سیاسی ترین فیلم تاریخ سینمای ایران. بابا سیاسی ترین مینیمومه، باید جایزه بهترین جلوه های ویژه با مرکوکروم و آبلبو رو هم بهش داد. با حرفه‌ای ترین بدلکاران تاریخ سینما که موقع پریدن از رو ماشین راهشون رو دور میکنن تا نشون بدن چقدر فیلمش اکشنه. و با سناریوی بسیار تکان دهنده و نفسگیر و دیالوگ‌های ماندگار. اینجا کجاست؟ آفریقا، زیمبابوه. اونجا انتخابات بوده؟ بنده ای دستور اعزام یگانه به شهر صادر کرد. قلاده های طلا، سایز گردن ولی فقی و دوستان. البته ولی فقی امسال فقط دستندرکار فعالیت های سینمایی و تلویزیونی نبود، بلکه در حوزه اقتصاد هم شلنگ تخته ای انداخت که همه اقتصاددان های برجسته دنیا مات شدن. همه دستندرکاران عرصه اقتصادی و همه مردم عزیزمون رو دعوت میکنم به اینکه امسال رو سال رونق تولید داخلی قرار بدهند. دستندرکاران تولید داخلی با همین یه جمله ولی فقی همه مسائل و مشکلاتشون حل شد و بلا فاصله یه محصول آس و ماندگار داخلی رو ارائه کردن و فرستادن برای بازارهای دنیا.